بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور شما بینندگان ارجمند. فرا رسیدن شب اربعین حسینی را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. شده قاتل زینب میانه اما دل ها امان از دل زینب امان از دل زینب با خبرهای امروز از خبرگزاری صدای افغان همراه ما باشید. جان کرتس عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده میگوید که لایحه جدیدی را به کنگره پیشنهاد کردند که مانع برسمیت شناختن طالبان و برقراری ارتباط میان این گروه و حکومت ایالات متحده می شود. این قانونگذار آمریکایی میگوید که افغانان به ویژه زنان در وضعیت ناگواری قرار دارند و ایالات متحده نه تنها نگران از دست دادن دستاوردهای 20 ساله زنان بلکه نگران پیگرد آنان نیز میباشد. آقای کرتس میگوید که گروه طالبان یک سلسله تخطی‌های بزرگ حقوق بشری را انجام دادند که مانع برسمیت شناختن حکومتشان شده و از نشستن در کنار رهبران جهان محرومشان میکند. به گفته این عضو کنگره، آمریکا با خروج کامل نیروهایش از افغانستان قسمت بیشتر نفوذ خود بر طالبان را از دست داده و یگان اهرم فشار باقی مانده بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان می باشد، چیزی که طالبان برای به دست آوردن آن سخت تلاش دارند. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که تاکنون درباره بر رسمیت شناختن طالبان بحث جدی وجود ندارد. لاوروف گفت مسئله برسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه جهانی در حال حاضر روی میز نیست. در آستانه اربعین حسینی علیه السلام، همایش از عاشورا تا اربعین، پیام‌ها و پیامدها از سوی دفتر نمایندگی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در تهران با همکاری مجمع جهانی اهل بیت علیه السلام و سازمان تبلیغات جمهوری اسلامی ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجتمع شهدای انقلاب فرهنگی تهران برگزار گردید. در حاشیه این همایش از هیئات فعال مذهبی مهاجرین افغانستانی در تهران نیز تقدیر شد. همکارم سید عباس حسینی گزارش می‌دهد. حجت الاسلام و المسلمین محمد علی معینیان مدیر کل آسیا اقیانوسیه مجمع جهانی اهل بیت که در ابتدای این همایش سخن می گفت با اشاره به اینکه دینی که به دست ما رسیده مدیون خون حضرت سید الشهداست تاکید کرد یکی از مهمترین درس هایی که از فرهنگ عاشورا ما باید بگیریم همین مسئله است، امر به معروف و نهی از منکر. امروز در جوامع اسلامی چرا اینقدر امر معروف و نهی از منکر کم رنگه؟ چرا در جامعه اسلامی فرد جرأت میکنه به راحتی منکری رو در علن و آشکارا انجام بده و کسی به او تعرض نکنه؟ معینیان در بخش دوم سخنان خود نکاتی را پیرامون مجمع جهانی اهل بیت بیان کرد و گفت از بین این 700 عضوی که عرض کردن محضر شما که از اعضای اصلی این مجموعه محسوب می شوند حدود 20 نفر از این اعضا اهل کشور افغانستان هستند. همینجا من یادآور می شم که یکی از اعضای محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام از کشور افغانستان برادر عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مزاری هستند که الان هم شرف حضور دارن در خدمتشون هستیم که فی الواقع در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای بسیار با قدرت و با تلاش دارن کوشش می‌کنن و همینجا از زحماتشون تقدیر و تشکر می‌کنیم. وی در پایان در مورد شرایط کنونی افغانستان نیز تصریح نمود اما همه تلاش ما، همه تلاشی که خواستیم از علما، از اعضای خودمون، از بزرگان شیعه این هستش که تلاش کنن با مردم صحبت کنن، با پیروان و شیعیان صحبت کنن که خدای نکرده به سمت نزاع، به سمت درگیری قومی و قبیله‌ای و مذهبی کشیده نشه.
حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان نیست که در این همایش سخن می‌گفت با اشاره به وظایف حضرت زینب سلام الله علیها از عصر عاشورا تا روز اربعین تاکید کرد. یکی از پیام‌های مهم این است که در خطیرترین شرایط و در بدترین فضا زن می‌تواند مسئولیت داشته باشد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان با اشاره به افراط و تفرید در برخورد با زن در افغانستان از کمونیست‌ها تا غربی‌ها خاطر نشان نمود. متأسفانه در برابر زن دو گونه برخورد صورت گرفته است، گاهی افراط شده است، گاهی تفرید شده است، گاهی زن پایین‌تر از کالا به حساب آورده شده است و با او بازی شده است و با شخصیت زن بازی شده است و گاهی هم در پستوهای تاریک زندگی نگهش می‌دارند و از او بهره‌برداری صرفاً و نهایتاً جنسی بکنند. چنانچه که این دوتا رویکرد در کشور ما و شما و در افغانستان وجود داشته است، به خصوص در زمان حاکمیت کمونیست‌ها و در 20 سال اخیر زن متاسفانه با عنوان کالا قرار بوده مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. حسینی مزاری افزود که نگاه دیگر به زن نگاهی طالبانی است. اگرچه وعده هایی دادن، اگرچه گفتن در بیصلا تعامل ما با زنان مثل قبل نیست، اما باز هم ما میبینیم که نشانه های دیده میشود که حقوق زن رعایت نمیشود. ما با دنبال حقوق زنی که غربی ها برای ما تعریف کرده بود نیستیم. ما حقوق زنی که تحت ریاست اشرف غنی و کرزی در افغانستان تعریف شده بود، ما طرفدار این نوع حقوق زن نیستیم. ولی این حقوق را هم که طالبان دارن تعریف میکنه برای زن، طرفدار این هم نیستیم. رئیس کل مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان در بخش پایانی سخنان خود در مورد وظایف هیئت های حسینی مهاجرین نیز تاکید کرد. حیات حسینی بایست بدانند مسئولیت سنگینی دارند. مسئولین حیات حسینی، حیات حسینی و اعضای حیات حسینی باید پیش خود فکر بکنند که آیا درست عمل میکنند یا نمیکنند. ببینید بالاخره الان کلیپ را دیدیم، هزاران نفر در یک محیط جمع شدند. مردم وقت خودشان را میآورند دست شما و در اختیار شما قرار میدهند. مسئولین حیات عزاداری اگر درست برنامه‌ریزی نکنند، اگر درست سازماندهی نکنند و این افکار عامه را در مسیر خواست خدا و ائمه معصومین درست هدایت نکنند، مسئولند. در کنار این دو سخنرانی، حاج مرتضی طاهری مداح سرشناس و رئیس هیئت مدیره خانه مداحان جمهوری اسلامی ایران و همچنین علی اصغر طهماسبی مداح سرشناس مهاجر و عضو جامعه مداحان افغانستان به بیان ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام و اهل بیت و یارانش پرداختند. حاج مرتضی طاهری در سخنان قبل از ذکر مصیبت با اشاره به عزاداری های شیعیان افغانستانی تاکید کرد. برادران عزیز افغانستانی که جزو دلداده ترین عاشقان اهل بیت علیهم السلام هستند، من واقعا قلبا به این عزیزان ارادت دارم و اعتقاد عمیق قلبیم هست. جمله‌ای که عرض کردم در پایان این برنامه به 50 هیئت فعال مذهبی مهاجرین افغانستانی از اقصی نقاط ولایت تهران که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت‌های خوبی در جریان ماه محرم و سفر امسال و همچنین فعالیت‌های متنوع دیگر در طول سال دارند، تقدیرنامه و پرچم متبرک حضرت امام رضا علیه السلام اهدا شد. سید عباس حسینی، خبرگزاری صدای افغان، آوا، تهران. ادامه خبرها. نارندرا مودی نخست وزیر هند در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که بسیار اساسی است که مطمئن شویم که قلمرو افغانستان برای فعالیت‌ها یا صدور تروریسم استفاده نشود. او با لحن بی‌سابقه ای نسبت به پاکستان صحبت کرد و گفت که کشورهایی که از تروریسم به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند باید درک کنند که این تهدید به همان اندازه برای آنها خطرناک است.
نخست وزیر آلبانی نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از جامعه بین المللی خواسته که افغانستان را در این شرایط تنها نگذارند. نخست وزیر آلبانی تأکید کرده که این مسئولیت جامعه جهانی است تا دستاوردهای 20 ساله را در افغانستان حفظ کنند و اجازه ندهند این کشور بار دیگر به عقب برگردد. صندوق جمعیت سازمان ملل گفته است که 1/3 جمعیت 33 میلیونی افغانستان از گرسنگی قریب الوقوع متاثر خواهند شد. مدیر صندوق جمعیت سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت زمستان دشوار دسترسی و کمک رسانی به مناطق دوردست کوهستانی را مختل می کند. این در حالی است که نظرسنجی ملل متحد طی ماه جاری و ماه گذشته، یعنی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، نشان می دهد که حدود 93% شهروندان افغانستان دسترسی به غذای کافی ندارند که دلیل عمده آن نبود پول برای تهیه غذاست. از اینکه تا پایان خبرها همراه ما بودید جهانی سپاس، التماس دعا و خدا نگهدار.